Ein Bohrjemannchen, du schon, Michel. سلام بچه ها، من برگشتم با قسمت جدید وسایل عجیب غریب. اون روز که رفته بودم توی بازار و دنبال وسایل عجیب غریب میگشتم، چند تا وسیله دیدم که به نظرم جالب اومد و میتونیم با همدیگه باز کنیم ببینیم چی جوریه. برای همین چند تا وسیله گرفتم که طبق معمول چهار تا. من قسمت وسایل عجیب غریب چهار تا وسیله باز میکنم. چهار تا وسیله گرفتم که با هم دیگه باز کنیم ببینیم چی جوریه. به نظر عجیب غریب میومد به خاطر اینکه همون در واقع همون فروشگاهی بودم که توش خوراک عجیب غریب سری قبل رو گرفته بودم. بعد کنار وسیله که خرید میکنیم نحوه استفادهشون هم زده بودم. وقتی من یه نگاه کلی به نحوه استفادهشون کردم، یه چیز خیلی جالب و باحالی به نظر میومد. برای همین من اینا رو گرفتم که با هم دیگه امتحان کنیم. ولی اونطور که فهمیدم اینا یکم پروسه داره تا به نتیجه برسیم، یعنی با اینجوری نیستش که مثلا 10 دقیقه تموم بشه، این تقریبا 72 ساعت طول میکشه که به نتیجه برسه. این یکی روش نوشته این یکی 24 ساعت که یک و دو بعد 24 ساعت، تازه بعد 24 ساعت که هیچ طول میکشه که مثلا درست بشه، یکی دو روزم طول میکشه که مثلا چهره واقعی، یعنی اون چیزی که هست و نشون بده. و این یکی هم 24 ساعت طول میکشه، یعنی کلن از این 4 تا وسیله 3 تاش بالای یه 2-3 روزی طول میکشه. فعلا از این یکی شروع میکنم. این یکی رو فکر کنم توی تیک تاک، اونایی که تیک تاک نگاه میکنن یا ریل های اینستاگرام حتما دیدن و متوجه شدن. وقتی که توی تیک تاک دیدن، یعنی تو دیدم، گفتم اینو من باید بگردم پیدا کنم که واسه وسایل عجیب غریب ازش استفاده کنم. تو این جزء وسایل عجیب غریب نمیشه بهش، هیچ کدوم از اینا جز مسئله عجیب غریب نمیشن. در واقع میشه بهش گفت اسباب بازی های عجیب غریب. این هم اینجور اسباب بازیه که به درد بچه ها میخوره. روش هم چی نمیشته؟ نمیشته رد سنیه چند سال به بالاش؟ 3 سال به بالا. بعد دم و دستگاه، دم و دستگاه داره که بذار یه توضیح بدم. عروس شکلش که فهمیدم متوجه شدم، ما باید عروسک های جلی درست کنی که این صورتشه، مثل که میذاریش تو ویدئو اینجوری بود، میذاری توی قالب، بعد پودر ژله رو میریزی، یه عروسک این ژله ایطوری به موهای رنگی بهت میده که واسه من دو تا قالب داره با دو تا رنگ. اه دلم خواست صورتی بود. این نحوه استفادهشه. خب روی این چی نوشته؟ بعد دو تا صورت باشه، دو تا صورت باشه که دو تا صورت دو تا از این ژله ها. بعد هم توی این وسط دو نوع موی رنگی. جالب شد، این به نظر هیجان انگیز میاد. خدایی ذوق دارم براش. این موهامونه که یکیش واسه صورت، یکی واسه نارنجی است. این هم صورت هکاشون، صورت هکاشون هم یکی ژلیتوری هست. این یکیش با مزه است، نارنجیه. و این هم صورتیه که این دوتا رو هم که فکر کنم همون چیزشه دیگه که بهشون آویزون کنی، که از کیفت اینا آویزون کنی. خب اول صورت واسه ببینم نارنجی صورتش چه رنگی باید بذارم. حتی فکر کنم یه سلیقه‌ایه، به خود آدم برمیگرده. نه سلیقه نیست. این نارنجی با این صورت نارنجیه که پودرشو نمیدونم چه رنگی باید بذارم. ولی کلا شروع میکنیم. اول اینکه این اول نارنجی رو درست میکنم. این باید موه رو رد کنی توش. این موشه، اینو باید بذارم این قسمت سرش. اینجاش یه دونه سوراخ داره، با بکنم تو. بعد در اینو وا بکنم. ها این جایی که ژله رو میریزی توش. و این پشتش دوتا سوراخ داره، این دوتا سوراخ رو بکنم تو این دوتا سوراخ. بعد درش رو میبندم، درش رو میبندم، گیرش هم میزنم، قفلش میکنم که محکم قفل شه. بعد اینکه قفلش کردی، میری سراغ این دوتا رنگا. من رنگ این سبز رو استفاده میکنم. اینو این با من است. این یه قوطی پلاستیکیه که دوتاش توش دوتا قوطی پلاستیکی دیگه. این دوتا رو باید فشار بدی بترکن. و
بعد بعد همش بزنی. حدود یک دقیقه بعد هی اینجوری تکون تکونش بزن. این چقدر طول میکشه؟ اوه این 45 دقیقه طول میکشه. این درشو باز میکنی، بعد این پشت با این مچش میکنی. ببین درش اینطوریه. ای نه مچش رو بکن، اینو میکنی این تو، بعد میپیچونی میپیچونی، بعد فشار میدی. ها اینو آخر بعد در بیاری، همینجوری میمونه. این مرحله تمام شده بمونه تا 45 دقیقه. من برم این یکیشم درست کنم و برگردم. روش نوشته اینو نخورم، خواستم اینو باز کنم بگیرم بخورم. با این بعد یه دقیقه اینم همون کارو میکنیم. نمیذارم این تو کشکی. اینو اینجوری اینجوری کنم حباب توش نیفته، ربط داره به نظر شما. اینم از این، اینم از اینجا زد بیرون که فکر کنم کافی باشه. این دوتا میرن تا 45 دقیقه دیگه زمان میگیرم. الان 2-7 دقیقه است، 45 دقیقه دیگه میریم سراغ اینا. حالا تا اینا چیز بشن بریم سراغ وسیله هایی که قرار 2-3 روز طول بکشه تا درست بشن. اول از ایشون کنیم چون این دندون از همهشون هیجان انگیز تره. این در واقع چند مدل رنگ داشت، آبی و صورتی و طلایی و سبز، که هر کدومش یه معنی میده. طلایی یعنی ریچ، سبز یعنی لاکی و آبیش دیریم و صورتش لابه. من ریچش رو گرفتم، اونجا فقط دو رنگش رو داشت، سبز و طلایی داشت، که من ریچش رو گرفتم چون طلایی بیشتر به جو اتاق من میاد. بعد نحوه استفادهش، عوض بازش کنیم. یه دونه چوب بستنیه با این، این باید تو آب جوش پودره رو حل کنی و درش رو ببندی بذاری 2 ساعت بمونه و بعد 2 ساعت این چیزا رو بذاری توش، گلدونمونه در واقع. پودرمون نیست، کریستاله، یه چیزیه مثل شکره. بکنم یه همونه که مثل تو علوم انجام میدادیم، تقریبا اون مدلیه. این گلدونمونه که باید چیز کنم، آها، توی این آب جوش بریزم بعد 2 ساعت درشو ببندم بزنم تو، همش بزنم و درشو ببندم بزنم 2 ساعت بمونه، بعد 2 ساعت اینو بزنم توش، بعد درشو ببندم بزنم 24 ساعت بگذره. بعد 24 ساعت باز کنم یه چیز بلوری اتوش در میاد. بعد که بعد بزنم بعد 2 روز اگه خشک بشه براق‌ترم میشه. اینو بعد اینجوری درست کنم، بذار همه رو همزمان توی ظرف بذارم. این با ظرفه، این یکی یه تنه درخته که اتوش قراره این عروسکه بیاد بیرون که بزرگ میشه. یعنی اول تنه درخته است، وقتی میذاری تو آب کم کم ترک بر میداره، بعد این عروسکه که اندازه چقدره؟ 5 × 5 = 2 می‌بینی 5 × 2 این میاد بیرون که این آب بریزی بزرگ میشه، میشه این که 12 × 7.5 12.5 × 7.5 یه بزرگ میشه که آخرش هم نوشته بعد 48 تا 72 ساعت اگه درش بیاری بس تو آب بود، بذار بیرون یه جا خوش بشه که ممکنه یه کوچولو سایزش هم تغییر بکنه. این در واقع تنه درختمونه. نمیدونم این چه گفت پلاستیکیه چه، این تو یعنی عروسکه. بالاش یه سوراخ داره، پایینش هم یه سوراخ داره. این ظرف با ظرف نیومده. تنها ظرفی که تونستم پیدا کنم که به درد بخوره هم دیده بشه این دوتاست که اینو میذارم که یه جوری دیده هم بشه. توی این بعد آبمون تقریبا 35 درجه باشه، در واقع کمتر از 35 درجه آب رو بریزم این تو، بعد اینو بذارم توش که این از این، این فقط میره تو، یعنی کار خاصی نبا بکنی، این فقط میره این تو میمونه واسه چند ساعت، درش هم لازم نیست بذاری. این یکی، این یکی من از این دوتا خریدم، یکی قبلا خریده بودم که باز کنم ولی پیداش نکردم، رفتم یکی دیگه گرفتم. این تخمه، تخمه دایناسور در واقع، میذاری توی آب اینم که ببینم شرایط آبش چطوریه.
جالب خوره چه چیزایی دارن نسل جدید. نسل ما اصلا مال ما فوقش چیز بود، اون هولا بود که انقدر بود مینداختی تو آب بزرگ میشد. این آره میندازی تو آب، بعد 24 ساعت تخمه ترک میخوره، بعد دایناسور از توش میاد بیرون و که اگه بذاری یه 24 ساعت دیگه بگذره دایناسور بزرگ میشه. اینا که اینا رو ما میخوایم همه رو همزمان با هم امتحان کنیم. من بیشتر از همه واسه خودم بلوریه خیلی ذوق دارم. این هم تخمه مرغمونه که هم زیرش دو تا سوراخ داره هم روش دو تا سوراخ داره. گچیه، یه جنسش مثل گچه، مسخره بازی. من خودش بدون این گذاشته ولی الان من درو بردم دو تیکه که آرودی باز میشه، نمیتونی توشو ببینی. مسخره، الان بازش کن استفاده دکن دیگه. حالا میخوای دو ساعت بذاری تو آب ترک بخوره؟ 24 ساعت دیگه بمون دیگه دایناسوری مسخره. اینا بستمش. ولی من تو این سنین زود واها میکنم، وای بالا بچه کوچیک. اینم میره تو آب، من برم آب جوش بیارم و اول کریستال رو امتحان کنیم. A few moments later. خب من برگشتم دوباره به همراه آب جوش. توی این بعد آب جوش بریزم که روی جعبش نگفته چقدر، منم پرش میکنم دیگه. نه خیلی پرش نمیکنم چون میخوام از آن اول با پودر کریستال رو بریزم. اول اینو بعد بریزم توش کریستال پاودر، مثل شکره. مثل شکرهای کره‌ای که خیسته. همون این هم قضیه تبلور بود توی توی علوم میخوندیم. این همون اونه. این از اینمون. بعد حالا باید با این بستنیمون همش بگم. خیلی زحمت داره. خب پشتش یه تیپ داده وقتی دارم این هم میزنم بخوام، گفته کنار پنجره رو جای گرم نذارینش، ارکان و اینا، آب دقیقا همون 100 درجه برسه. که من قشنگ شروع کرد به جوشیدن دیگه، قلقل که الان آوردمش، همین الان آوردمش قلقلش خوابید. گفته اگه آبش زیاد نباشه و کم باشه کریستال ممکنه درست به وجود نیاد. احساس میکنم قراره یه چیز چندشی از آب در بیاد چون این قیافش خیلی چندشه. دونی عکس پشتش خوشگل انداختتش نقاشیه، ولی این قیافه خودش خیلی چندش به نظر میاد. خب این از این میگارم اینجا. گفته دو دقیقه هم بزنین یه ولش کنیم بعد دو دقیقه اگه هم بونده بود، چون خودش هم تهش زده شکر مونده. مرمان هم شد دیگه به اندازه کافی. بعد درشو میبندم میذارم، نگفته کنار پنجره نباشه، کنار ایرکاندیشن نباشه روزا، چون نمبنگ زمینه نمبنگ میشه چیز دیگه توی کره همینه، زمین ها گرم میشن دیگه. الان چون زمستون هم هست زمین ما در واقع خاموشش کردیم چون خیلی گرم شده بود، ولی هنوز پام رو زمینه گرما رو حس میکنم. سعی رو زمینه میذارم، میذارم همین بالا یه دو ساعتی بمونه. ساعت چنده؟ ساعت 2:21 است که حدود ساعت آره دیگه 2 ساعت دیگه 4:20 میرم سراغش. اون لحظه دوباره با هم دیگه ویدیو میگیریم وقتی که اینو میذارم توش. نه بره کناره. خب بریم سراغ این یکی. اول من خواستم اون تنه درخته رو بذارم این تو، ولی خب دیدم این 7.5 و 15.5 12.5 میشه. فکر کنم یکم واسه این کوچیک باشه، درو نمیخواد گیر بکنه توش، یعنی که مثلا بنز کافی بزرگ نشه. مثلا تو این یکی ظرف بزرگه این تنه درخته رو میندازم. این گفت 35 درجه باشه، یعنی کمتر از 35 درجه، نهایتش 35 درجه باشه آب اون که آب شیره. این هم آماده است. این رفت تا 24 ساعت. 24 ساعت دیگه وقتی کم کم حالا بهتون نشونم وقتی شروع کرد به ترک خوردن. تو هم بیا برو جلوی عکس پسرا. اینم بریم سراغ آخری تخم دایناسور رو به در نخور که آردی ترک اصلا باز شده. به خدا من ازم بازش نکردم، من اومدم اون چیزا رو در بیارم خودش باز شد. اینم که معلومه چی داره میشه دیگه. اینم میذارم این تو. اینم بیاد بره اینجا. A little longer than a few minutes later. خب الان 2:52 است و 45 دقیقه گذشته از وقتی که
اینا رو آماده کردیم. الان دیگه وقتشه که اینو باز کنم. روش پشتش نوشته چجور بازش کنم؟ خب اینو باید بپیچم در بیارم. اینشو باز میکنم. از اینم میتونی استفاده کنی. این خودش این شکلیه، این کلش همینجوری میمونه. اینا که باهاش بود بهتون نشون دادم، اینا در واقع میرن تو کله این اینجوری، این میمونه برات، میتونی ازش استفاده کنی. نام یه عروسا که جلی به در نخوره، ولی میدونم یاد کنم دیدی عروسکایی داشتیم کوچولو بودن، اینقدر بودن موهای اینجوری داشتن، شبیه اونه. فهم اون یکی هم باز کنم. خیلی، او این فرق، اون یکی دوم داره، این دوم نداره. دوتا فینقیل که طبقا به هیچ کار نمیخورن. دارم خب بخورمشون ولی نمیتونی بخوریشون. بیارم این یکی چه حالن؟ این یکی آردی بود شده، یعنی اصلا ترک من فکر کردم تو عکس زده خیلی ترک بم داره، ولی خب این ترک بم نداشته، فقط پودری شده که اصلا درش باز شده، یعنی بی خود بود. به خدا من خراش نکردم، اومدم اون کاغذ دورش در بیارم، دیدم این باز میشه، یعنی اصلا محکم نبود. خودشون دو تیکه کردن که بندازن توش دیگه. این که اوکی، این فقط با این دایناسور بزرگ شده، این که اصلا دیگه معلومه. فعلا اینام که تموم شد، بریم تا یک ساعت و خورده ای دیگه. 2 hours later. الان 2 ساعت گذشته و وقتشه که اینو بندازیم توی این. زیرش میتونی ببینی این شکرهایی که ذره تهش مونده بود یه کوچولو اینجوری بلوری شدن. نمیدونم تو دوربین معلومه یا نه، کم دیده میشه، یه کوچولو بلوری شدن. پس دیگه فکر کنم الان دیگه وقتشه که امتحان کنیم. کم نباید بهش ضربه بخوره. این این با همین چون خودش اینو درست کنم ببینم. خب این که خیلی سبکه. اوکی اوکی موند اینا مثل جیش، رنگ جیشه. چه معریف کسی که آب نخورده. آها چندش الان جاش خوبه. خب آروم میزمش این گوشه بمونه برای خودش. این مرحله هم تموم شد، وای میسیم تا این بلوری بشه تا 24 ساعت دیگه فردا این موقع. فعلا سلام به بچه های توی خونه. بالاخره 3 روز از قضیه انتظار کشیدن برای این وسایل عجیب غریبا گذشت، در واقع بیشتر از 72 ساعت هم گذشته. ببینیم چجوری شدن. حتی من هر شنگ های چکشون میکردم. اول از دایناسوره شروع کنیم. دایناسوره که به نظرم واقعا خیلی چیز بزرم مسخره ای اومد. این زیرش که کامل پلاستیکه، یعنی این اصلا پودر نشد. این روش هم به قول شیوا از جنس شیم تخم مرغ اینگا. دایناسوره جنسش اول یکم سفت بود، الان چرا ژلاتینی شده؟ سایزش تغییر کرده من در شما یه جوری شده، قبلا اینجوری نبود روش، اینجوری پاس مثل ژله شده، میدونی مثل پاستیل شده. ای اصلا خیلی چیز شده قیافش. بعد بریم سراغ این. این ها بدم بهتونشون بدم.
یکم منو ناامید کرد. به نظر من اگه این دیدین که روش مثل توپ بود دیگه، اگه اون توپه یکم جوری شاخه شاخه داشت مثلا مثل درخت بود، این قندیلاش خیلی خوشگل‌تر میتونست بشه. خیلی کوچولوه، مثل جوجه تیغیه. میبینی بعد کف زعفرم کلی از این چیزا زده، کریستالا زده. میدونی من یاد چی میندازه؟ یه کارتون باربیا بود، دوتا دوقلو بودن، یکی آبی بود یکی صورتی بود، و آخرش سنگه رو که باز میکنه توش کریستال، یه چیزای کریستال اینا بود. شکل اونه، چقدر کریستالش خوشگله. شکست ولی خوشگله، گفتم نامیدم کرده پس نفسمو پس میگیرم. ولی خیلی خوشگله، یعنی از اونی که فکر کردم خیلی خوشگل‌تره. اینو نمیندازم دور، ولی دایناسور رو میندازم دور. تو بیا اصلا اینو میذارم اینجا، دستم میذارم زیرش که اینجا رو فعلا کثیف نکنه. بعد از این میریم سراغ این ظرف ظرفش در میارم. این از کلش از ظرفی زده بیرون، بزرگ شده. این چه قیافه زشتی داره، این کجاش لماه؟ لماه ای چه لزجه. میبینی ژلاتین اینجوری لزج موننده شو؟ اینو معلومه یا نه؟ اینجا این بوی من چندشم میشه؟ تهش این لزج های توش از سوراخ تهش داری میرد تو زمین. این بوی حالم خراب شد، این ریخت زمین. ای وای خیلی چندشه، ای وای حالا خیلی بد شد. این از این که اصلا نه کیوته نه جذابه نه دوست داشتنی. خلاصه این از این چیز جالب، هیچ کدومشون جالب نبود بجز این. دارم خواهد این سبز و صورتی و آبیشم بگیرم، صورتیشو میگیرم ولی با سبزش، سبزش شانسه، شانس خوبه. خب این بود از این بود آخر قسمت وسایل عجب غریب. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اسباب بازی عجب غریب، آره بهتر اسباب بازی عجب غریب خیلی بیشتر بهش میاد، که طبق معمول وسایل عجب غریب همیشه بی خودن، این دفعه هم بی خود بود بجز این که من خیلی دوستش دارم چون خیلی برق میزنه. خب این بود از این قسمت، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو خوشتون اومده یادتون نره که حتما نظراتتون رو برام توی کامنت ها بنویسین، ویدیو رو لایک کنین، این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین اگه دوست دارین اونا هم ببینن. و یادتون نره که کانالمو حتما سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین که وقتی ویدیو گذاشتم اول از همه بهتون خبر بده. اینم آیدی اینستاگرام منه برای اونایی که از یوتیوب میاد و پیج اینستاگرام منو نمیدونن. خب فعلا تا وسایل عجب غریب و به درد نخور دیگه، من با این خداحافظی کردم ولی دوباره برگشتم به خاطر اینکه شیوا اومد روی این فلش گرفت و واقعا خوشگل شد. گفتم حیفه که من توی دوربین نشون ندم. بذارین نور رو خاموش کنم، برقش زیاد معلوم نمیشه. اینم زیباییش تو دوربینم اینجوری معلوم. اینم زیباییش تو دوربینم اینجوری معلومه. خیلی خوشگله. تام می‌بینین برقش میاد درست صورتم. دیسکو بالیه برای خودش. واه. فلان خدا.